سلام، من سامان اربابی هستم در سنترال پارک نیویورک. به برنامه آنتن 11 خوش اومدید. این قسمت برنامه میبینی خبرهای داغ هفته. حبیب الله عسکرولادی گفت بعد از احمدی نژاد رئیس جمهور شدن کار مشکلی است. ناظران معتقدن این کار انقدر مشکله که خود احمدی نژاد هم اگر دوباره رئیس جمهور شه نمیتونه دستاوردهای این 8 سال رو تکرار کنه و اصولا این حجم گلکاری در تاریخ غیر قابل تکراره. خبرگزاری ها از حذف پذیرش دختران در 77 رشته کارشناسی در کنکور امسال خبر دادن. ناظران بر این عقیدن که بابا حکومت با چه زبونی آخه باید به جامعه نسوان حالی کنه که با حضور زن بیرون خونه حال نمی کنه. برگریم بریم تو مطبخ. امام جمعه قم گفت دانشمندان ما باید تحقیق کنند ببینند آیا حادثه آذربایجان زمین لرزه بوده که سرمنشای آن فساد بی‌حجابی است یا از طرف استکبار و صهیونیسم یک زلزله سیاسی به ما وارد شده. دانشمندان پس از تحقیقات گفتند هیچ کدوم، این یه حادثه طبیعیه که همه جا اتفاق میفته، ولی در بعضی کشورها به خاطر مدیریت اصولی تلفاتش یک دهم تلفات ایرانه و در ایران به خاطر مدیریت خرافاتی به جای ایمنسازی بعد از حادثه اونو گردن حجاب خانوما میندازن. شورای فرهنگی شهرستانی در کرمان برگزاری مراسم ترحیم رو برای کسایی که خودکشی میکنن ممنوع اعلام کرد. بدین ترتیب ایران تنها کشوری در دنیاست که در اون رسماً مردگان نیز به خودی، غیر خودی و خیلی غیر خودی تقسیم میشن. به دنبال نارضایتی مردم از پوشش ضعیف اخبار مربوط به مناطق زلزله زده، مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما گفت کارمندان سازمان از وقوع زلزله خبر نداشتند. صاحب نظران اما ضمن تایید گفته‌های ایشان افزودند اصولاً تا اتفاقی در غزه، لبنان، سوریه یا بحرین نیفته از نظر کارمندای صدا و سیما ارزش پوشش نداره و کسی در این سازمان از اون با خبر نمیشه. آیت الله خامنه ای به مناطق زلزله زده سفر کرد. ناظران معتقدن عکس در مناطق زلزله زده جز عکسایی که ایشان برای تکمیل کلکسیون آلبوم عکسایشان نیاز دارن و امیدوارن نور خوب باشد تا عکس‌ها خوب در بیاد. و دست آخر این که سخنرانی علی اکبر ناطق نوری در مشهد توسط عده‌ای با سر دادن شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه نیمه تمام ماند. لازم به یادآوری است که عنوان ایشان رئیس دفتر بازرسی ولی فقیه است. صاحب نظران بر این باورن که با توجه به روند سریع ریزش درون نظام انقریب سخنرانی آیت الله خامنه ای هم با شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه قطع خواهد شد. مرگ بر ضد ولایت فقیه. با عرض تهنیت و تبریک به مناسبت فرارسیدن خجسته سا روز میمنت پرشور و پربرکت بر کل جهانیان و عرض تسلیت به خاطر فقدان جانگاه چندمین اختر سوزناک آسمان معنویت، به تک تک مقدار مشخصی از شما بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. سلام. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد
طرح اجباری تفکیک جنسیتی مدارس تا اطلاع ثانوی شامل مدرسه موشها نمی شود. جدی نبود. حجت الاسلام و المسلمین انصاریان سخنان بسیار مهمی ایراد کردند که خلاصه مهمترین قسمت‌های این سخنرانی را برای شما در اینجا پخش می‌کنیم. لازم به توضیح است دیدن این سخنرانی را به کودکان و کسانی که بیماری قلبی دارند توصیه نمی‌کنیم. وی در ادامه افسود اما در پی وقوع زلزله شدید در شمال غربی کشور ایران که در آن بیش از 300 تن از مردم کشته و بیش از 3000 نفر بی خانمان شدند، سید دکتر محمود احمدی نژاد به سرعت به همراه معاون اجراییش عازم مدینه شد. همچنین دکتر سید محمود احمدی نژاد در پیام تسلیتی درگذشت مادر رئیس جمهور سیرلیون را تسلیت گفتند. به منظور مرور علت این حادثه در خدمت همکارم دکتر از مرکز تفاهم نامه نویسی ژئوپلیتیک دانش بنیان هستیم. آقای همکار آقای دکتر به شما سلام عرض می کنم. من هم سلام عرض می کنم قربان. آقای همکارم دکتر، در مورد زلزله اخیر سوالی که ذهن بعضی از بینندگان عادی و معمولی را به خود مشغول کرده این است که آیا مگر نه اینکه رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرده بود که برای کاهش بلایای طبیعی با حوزه‌های علمیه تفاهم‌نامه امضا شده است، پس چرا باز زلزله آمده؟ به نکته خوبی اشاره کردید قربان. جواب چنین سوالی که بیشتر در یک ذهن مسئول و تحت تاثیر تبلیغات صهیونیستی شکل می‌بندد آسان است. وقوع این زلزله پس از امضای تفاهم‌نامه با حوزه علمیه دو چیز را ثابت می‌کند. چیز اول اینه که ما به تعداد بیشتری حوزه و امامزاده احتیاج داریم. ببینید در این دو شهرستان تنها 90 امامزاده وجود داشته، ولی در عوض یک بیمارستان 10 تخت خوابه داشتن. آیا بهتر نبود مسئولین از قبل به فکر بودن و این بیمارستان رو به امامزاده تبدیل می کردند؟ اگر قرار حوزه علمیه با بکارگیری نقش معنویت بلایای طبیعی رو کاهش بده، خب به امکانات احتیاج داره. و نکته دوم آقای همکار آقای دکتر. به نکته دوم خوبی اشاره کردید قربان. نکته دوم اینه که مردم ما باید بدانن اگر خدایی نکرده این تفاهم نامه امضا نشده بود چقدر اوضاع بدتر میشد. ببینید این که در ژاپن زلزله 7 ریشتری میاد و در ایران 6 ریشتری به خاطر اینه که ژاپنی‌ها حوزه علمیه ندارن قربان. حالا بعضیا شاید بگن تو ژاپن از دماغ کسی خون نمیاد و این حرفا، که به نظر من این دیگه به حوزه ربطی نداره و تبلیغات دشمنه. و راه‌های پیشگیری یا چاره آقای دکتر چیست؟ به جایی که به دنبال مقاومت‌سازی و آموزش و این خرافات باشیم، باید از حوزه‌های علمیه بیشتری دعوت به همکاری کنیم. در مورد سیل، خشکسالی، آتش‌سوزی و غیره هم یه سری متخصص دعانویس رفع بلا باید همیشه در ستاد بحران باشن. با تشکر از شما. خواهش می‌کنم قربان. ادامه خبرها. در پایان بازی‌های المپیک لندن، ایران در جایگاه 17 جدول رده‌بندی قرار گرفت. این پیروزی غرورآفرین که در سایه مربیگری داهیانه مقام معظم رهبری به دست آمده را از طرف ورزشکاران و عموم ملت به خود ایشان تبریک عرض می‌کنم. در اینجا از طرف خودم و به وکالت از همه ورزشکاران کلیه مدال‌های المپیک کاروان ایران را به رهبر عظیم الشأن انقلاب تقدیم می کنم. همچنین مدال های حسین بولت و مایکل فیلپس و تیم والیبال ساحلی زنان آمریکا را نیز معظم الله تقدیم می کنم. مبارک باشه. اخبار ورزشی. امیر مستضعفان جهان و ولی امر مسلمین
مقام معظم رهبری با 700 مدال در المپیک لندن به مقام نخست دست یافتند. این مهمترین مقام المپیک از دوران مادهاست. اما هموطنان محترم، نکته مهم و درس اخلاقی المپیک در این است که جایگاه هر کشوری در دنیا در این فستیوال ورزشی سیاسی، مخصوصا سیاسی، مشخص می شود. المپیک علی‌رغم تبلیغات صهیونیستی جایی برای دوستی بین ملت‌ها نیست، بلکه عرصه ای است تا کشورها به هم نشان دهند دین، حکومت و خدای کدوم کشور قوی تر است. به این تحلیل همکار افتخاری بخش خبری آنتن در مورد مدال بهداد سلیمی در وزن برداری توجه فرمایید. جایگاه بهداد به عنوان قوی ترین مرد جهان جایگاه وسیعه. سکوی که بهداد دیشب روی اون ایستاد دوستان یک سکوی ورزشی نیست، یک سکوی سیاسیه. کسی که قوی ترین مرد جهان میشه یعنی حکومتش، سیاستش، دینی که بهش اعتقاد داره، خدایی که بهش اعتقاد داره بر همه جهان تفوق و برتری داره. ولی امر مسلمین و امید مستضعفان جهان، رهبر انقلاب و فرمانده کل قوا حضرت امام خامنه ای در جمع شاعران خاطر نشان کردند، قصیده هم از نظر ایشان قبول است. من البته روی شعر غزلی تکیه میکنم، نمیگم قصیده سرایی کنید، نه اینکه قصیده یا قطعه مورد قبول نباشه. چرا؟ معظم الله در این بیانات به اهمیت نورافکن اشاره کردند و گفتند شمع مثلا، شمع مثلا اون روز بود، نورافکن امروز هست. اونا شمع رو محور صدها مضمون قرار دادن. شما میتونید نورافکن و چراغ برق رو با فکر و با تأمل محور مضامینی قرار بدید. رهبر فرزانه انقلاب از جوانان خواست از ایشان انتظاری نداشته باشند و افسودند از مثل من و سنین من و اشتغالات من گمان نمی کنم خیلی انتظاراتی جوانها داشته باشند. آیت الله خامنه ای در سخنان داهیانه ای تأکید کردند خودشان علیه نظام و تشکیلات خودشان اقدام نمی کنند و همه باید مثل ایشان انتقاد کنند. ایشان گفتند من انتقاد کردم. من انتقاد کردم، نقلم شد تو همه دنیا، اما هیچ کس در دنیا ادعا نخواهد کرد که فلانی علیه نظام اسلامی یا علیه فرض کنید که تشکیلات مدیریت اجرایی یا تقنینی کشور داره اقدام میکنه. خب شما هم همینجور انتقاد کنید. امام امت و رکن عمود خیمه نظام همچنین بیاناتی در مورد دهن مخالفین بیان کردند و گفتند میدونم چی جوری. میدونم چه جوریه. خب بله، احساس اینه، آدم اینه که میخواد بزنه دهن طرفو خورد کنه. در پایان مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای به مزاح و شوخی تاکید کردند این حقیر خودش توی زمینه کارشناسه. این حقیر خودش توی زمینه کارشناسه. بالاخره ما هم توی بخشای مختصر کارشناسی داریم. این نظر کارشناسی در مقابل این نظر کارشناسی دیگه ممکنه قرار بگیره. خیلی خوب، دوتا نظره دیگه، دوتا نظری کسانی که میخوان انتخاب کنن انتخاب کنن. لازم به ذکر است از سرنوشت کسانی که از بین این دو نظر کارشناسی آن یک نظر را انتخاب کرده اند هنوز خبری در دست نیست. دکتر سید دکتر علیرضا سجادپور، مدیر کل ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، گفت با توجه به اینکه اتحادیه اروپا ایران را تحریم کرده است، به طور طبیعی ما نیز در فکر آن هستیم که حضور فیلم‌های ایرانی را در جشنواره‌های سینمایی ممنوع کنیم. این گفته اما بازتاب بسیار فجیعی در محافل هنری غربی داشت. به گزارش بهنام ناطقی، خبرنگار سابق تلویزیون های بیگانه که اخیراً به اشتباه تاریخی خودش اعتراف کرده و به دامان مام وطن بازگشته، عدم دسترسی به آثار برجسته‌ای مثل پایان نامه یا اخراجی های سه جشنواره های عمده جهانی را به خطر تعطیلی کامل مواجه کرده است. ارتباط مستقیم ولی مخفیانه ای داریم
با استودیوی صدای آمریکا در نیویورک. آقای ناطقی، من ناچارم به شما سلام عرض کنم. منم علکی به شما سلام میکنم. آقای ناطقی، واکنش جشنواره‌های فاسد صهیونیستی و هالیوودی به تحریم تاریخی آنها توسط جمهوری اسلامی چی بوده؟ خب در ظاهر سکوت کردن، حرفی نمیزنن، اما در باطن سوژش شدیدی احساس میکنن، به خصوص خطر روگردانی تماشاگرها و هنرمندهای مهم نسبت به این جشنواره‌ها وجود داره که این جشنواره‌ها ممکنه تا چند ماه دیگه اصلا تعطیل بشن. جناب آقای سجادپور مدیر کل محترم گفته تصمیم جمهوری اسلامی جشنواره‌های جهانی را از گرما می‌اندازد. با توجه به اینکه آثار هنرمندان زحمتکش و ولایت پناه ایرانی در هر جشنواره یکی دو تا بیشتر نیست، منظور از گرمایی که ایشان گفته بود چیست؟ خب برخی از جشنواره‌ها در فصل زمستان و در شهرهای سردسیر مثل برلین برگزار میشن. نیاز اونها به فیلم‌های گرم از سینمای صمیمی ایران به خوبی آشکار هست. متاسفانه گزارش من در این باره با سانسور کامل شبکه مزدور و دشمن پناه صدای آمریکا روبرو شده و به همین جهت اون رو در اختیار شما عزیزان هوشمند و ولایت‌مدار قرار میدم. خبر ناگوار احتمال تحریم جشنواره کن و جشنواره‌های دیگر غرب از سوی مقامات بلندپایه سازمان تازه تأسیس امور سینمای جمهوری اسلامی باعث شده است که هنرمندان برجسته جهانی به این جشنواره‌ها پشت کنند و به کشورهای خود بازگردند. ستاره عفیف و پاکدامن آمریکایی خانم مادونا که همسر انگلیسیش کارگردان سینما گای ریچی را به خاطر گنگستر بازی در سینما طلاق داده است، با اشتیاق زیاد به جشنواره آمده بود که در میان هیئت اعزامی از جمهوری اسلامی برای خود و برای دختر 13 ساله خود لوردس شوهری پیدا کند. اما خانم مادونا نومیدانه به لندن مراجعت کرد. بهار امسال که محصول هالیوود ایران، قلاده‌های طلا در بخش بازارگرمی جشنواره کن با فیلم‌های جیمز باند و آخرین فیلم از مجموعه جاسوسی جنایی بورن به رقابت پرداخت، هواداران ستاره‌های بین‌المللی ایران چنان که روی این پلاکارد‌ها می‌خوانیم 16 ساعت به انتظار ایستادند تا بلکه بتوانند از طریق بازیگران فیلم قلاده‌های طلا، آقایان محمدرضا شریفی نیا و جهانگیر الماسی، مراتب عشق و وفاداری عمیق خود را به رهبر مسلمانان جهان حضرت آیت الله العظما خامنه ای ابلاغ کنند. آقای رابرت دونیرو، بنیانگذار جشنواره ترایبکا، میگوید با تحریم جمهوری اسلامی به آینده این جشنواره نمیتوان امید بست. It's a real joy for all of us. We're very very grateful. خانم انت بنینگ این را میگوید از همسر خود آقای وارن بیتی درخواست کرده است از نفوذ خود در محافل بین المللی برای منصرف کردن مقامات جمهوری اسلامی از تحریم جشنواره‌های جهانی بهره برداری کند. خانم انجلینا جولی میگوید چون رسما با آقای براد پیت ازدواج نکرده است، آرزو دارد طعم پیوند آسمانی و مقدس صیغه در یکی از امامزاده‌های ایران را تجربه کند. خانم مرل استریپ از اینکه نتوانست برای عوض کردن جعبه شکلات خود با سوهان قم با فرستادگان جمهوری اسلامی تماس بگیرد دل سرد شد. مرل استریپ، اما استون و همچنین ستاره اسپانیایی تبار پنلوپ کروز و بانوی بزن بهادر هالیوود میلا یانوویچ و همچنین هنرپیشه نیویورکی خانم گوینت پالترو طی بیانیه‌های جداگانه اعلام کردند که سال آینده به جشنواره فجر در تهران خواهند رفت و احتمالاً برای زیارت به عقد و ازدواج مبارک و روحانی سیغه حضور خواهند یافت. خانم نتالی پورتمن که از متولد شدن خود در سرزمین‌های تحت اشغال رژیم خونخوار اسرائیل پشیمان است، اعلام کرد که برای جلوگیری از تحریم فستیوال‌ها آماده است با موافقت شعبه اداره ثبت احوال و املاک وزارت دادگستری جمهوری اسلامی در هالیوود محل تولد خود را در شناسنامه به یکی از اماکن مقدس در ایران تغییر دهد. بدون گرمای آثار جاودانه سینمای دفاع مقدس، جشنواره برلین با خطر یخبندان کامل روبرو شده است. کسی دیگر در برابر باجه فروش فستیوال برلین صف نخواهد کشید. این خانم بلیط‌های خود را به فروشنده پس می‌دهد. دیتر کاسلی، مسئول جشنواره برلین گفت که نمی‌داند با سرسراها و تالارهای خالی آن چه باید کرد. و اعلام کرد که حمایت سال‌های گذشته این جشنواره از فیلمساز مطرود و گمراه ایرانی جعفر پناهی یک اشتباه بزرگ بود. آقای ناطقی، از شما تشکر میکنم. یادتون نره نسخه اصلی گزارش رو هم برای من پست کنید با اون چیزهای دیگه. به همین خاطر از این به بعد به جای فیلم‌های جشنواره پسند به همه جشنواره‌ها هر سال یک قلاده، فیلم قلاده‌های طلا
و پوستر قدی محمد رضا شریفی نیا ارسال خواهد شد. این بود بخش خبری این برنامه. تا فرصتی دیگر شما را واگذار. شب زیبا. آقای سید عزت‌الله زرقامی سلام. من سامانم. راستش قرار نبود برای شما پست الکترونیکی بزنم، ولی این هفته دیگه انقدر صدا و سیما پولاد کرد که نتونستم جلوی خودم بگیرم. شما تشکیلاتی رو مدیریت میکنید که پولش از جیب تک تک ایرونی ها میاد. ایرانی ها رو که میشناسید، همون هایی که بیرون از خونه و دفاتر شما دارن زندگی میکنن، همون آدم ها. اونا اسمشون ایرانیه. به اعتقاد خیلی ها این کشوری هم که شما الان پولشو دارید برای خودتون و رفیقاتون تو سوریه و لبنان و این بر اون بر خرج میکنید مال اوناست، یعنی مال ایرانی ها. بهتون توصیه میکنم با یکی دوتاشون آشنا شید، آدم های خیلی خوبی هم. احتمالا شما نمیدونید ولی این ایرانی ها به این بودجه دستگاه شما که میگن 1 میلیارد دلار احتیاج دارن، چون همه مثل شما و رفیقاتون وضعشون توپ نیست. شما پول اینا رو خیلی امانتدارانه خرج کردید، مثلا باش میرید آمریکا یا دادید آقای سلحشور باش سریال دوریالی بسازه، یا دوستاتون شرکت تبلیغاتی انحصاری بزنن، و یا خودتون بهتر میدونید دیگه. بعضی وقتا فکر میکنم اصولا اشتباهی مسئولیت صدا و سیما رو به شما دادن. بعد که یکم مروری به بقیه مسئولین میکنم میبینم اگر ایشون میتونه وزیر نفت باشه، اگر ایشون میتونه رئیس المپیک بشه، اگر ایشون میتونه رئیس جمهور بشه، خب شما باید رئیس تلویزیون بشین دیگه. لابد قبلا فکر میکردم لنزای دوربینتون خرابه که همه چیزو برعکس نشون میدید، ولی بعد دیدم نه، یه سیمکشیای دیگه برعکس نصب شده. آخه کجای دنیا فوتبالو سانسور میکنن؟ کی برمیداره شغل شخصیت اصلی یه سریال عوض میکنه تو دوبله؟ عزت حاج عزت. کجای دنیا بعد از پخش مناظره رپورتاج آگهی به نفع یکی از کاندیداها پخش میکنن؟ شما قبل از انتخابات نشون دادی چقدر بی‌طرفی، و بعد از انتخابات هم حاضر بودی برای اینکه مردم نیان تو خیابون هر فیلم غیر اخلاقی هم نشون بدی. جیگره تو بخورم. بعدش هم که با تحلیل‌های کارشناسانت نشون دادی که به عنوان یه رسانه حقیقت و مردم برات اهمیت دارن، یه چیزی نزدیک به صفر. اما این هفته آخرش بودی، یعنی مردم یه کشوری به اسم ایران، همون جایی که اول پست بهتون گفتم، دوچار یه مصیبتی میشن. بعد شما نه تنها گزارش نمیدی و پوشش نمیدی، بلکه برمیداری از این برنامه‌های چی میگین خودتون مفتزل نشون میدید، که یه بار دیگه یاد مردم ایران بندازید که هیچ ربطی به اونا ندارید. حالا کافی بود یه نفر تو بحرین انگشتش میرفت لای در، معلوم نبود چند تا سریال میدادید اون آقا مؤدبه بسازه. احیانا اگه براتون مهم بود، اونجایی که زلزله اومده تو ایرانه، آذربایجان. از ایرانیای تو خیابون اگر بپرسین آدرسشو بهتون میدن. بعد نیست دوتا از خبرنگاراتون رو بفرستید اونجا یه سری بزنن. راستی این رفیقاتون خیلی بامزن. تو گوش من گفت چی گفت؟ یکی گفت چی گفت؟ جدن اینا از کجا پیدا میکنید؟ خب حاج زو من دیگه باید برم. زد زیاد سامان. ما سامان دیجی درتی هرتز، تهیه کننده، طراح صدا و دیجی ساکن سان فرانسیسکو. وی علاوه بر اینکه هیت‌های زیادی در تاپ 10 جدول موسیقی داره، موسیقی‌های متعددی برای فیلم، بازی‌های کامپیوتری و شرکت‌های تبلیغاتی و شرکت‌های نظیر اپل کویک تایم و ناسا ساخته. ویژن موسوی، موزیسین و هنرمند صدا و تصویر ساکن لندن. موسوی در سال 1386 آلبوم راک تجربی به اسم در هدفون‌هایم رو منتشر کرد. وی اجراهای زیادی در ایران و خارج از ایران داشت و در حال حاضر هم تمرکز اصلی اون روی استفاده از صدا به عنوان سوژه هنری با ساوند آرت هست. دوست دارین چجوری معرفی بشین؟ دوست دارم خودم رو به عنوان بیژن موسوی و موزیسین و مدیا آرتیست معرفی بکنم. Dirty Hurts. یه دیجی دقیقاً چی کار میکنه؟ در وهله اول صفحه های مختلف و عوض میکنه، آهنگ میذاره برای مردم. چیزی که امروز در حقیقت یا بعدتر اتفاق میفته، میشه کسی که آهنگ توی رادیو یا توی کلاب یا جا
جاهای دیگه بر مردم انتخاب میکنه و پخش میکنه. این که تو چجوری بتونی یه نریشن درست بکنی یا یه جوری مخاطب با خودت بکشونی دنبال خودت، با نه با آهنگ ساختن بلکه با استفاده از آهنگایی که ساخته شده، این میشه کارای دیجی. من برای کسی دیگه نمیتونم حرف بزنم، ولی وقتی من دیجی میکنم دلم میخواد که تمام مردم بتونم برسونم. موسیقی الکترونیک چه موسیقیه؟ اتفاقیه که پیر شیفر فرانسوی برای اولین بار بهش فکر میکنه یا انجامش میده و میگه که وقتی که تکنیک ضبط به وجود میاد، میگه که ما به جای اینکه از اینسترومنت ها، از سازها استفاده بکنیم، سازمون میشه میکروفون و هر صدایی که توی طبیعت وجود داره ما اون صدا رو میتونیم ضبط بکنیم و به عنوان ساز ازش استفاده بکنیم. مثل هر موسیقی دیگه است، فقط همش فریکونسی و لیرینگ و هیچ فرقی نداره. این دنیا همه چیش با فریکونسی درست شده و یا صدا از تو سپیکر در بیاد یا از گیتارت وایبریت بشه، اون طوری که میره تو گوشت، همه چی یکیه. وقتی برق بره بازم میشه موسیقی الکترونیک درست کرد؟ توی ذهن میشه ساختاره، چرا که نه؟ بله، تو مخ. از کی بیشترین تأثیر رو گرفتی؟ فکر کنم تو دورهای مختلف از آدمهای مختلف تأثیر خیلی زیادی گرفتم. مثلا دهه 80 ایران، مثلا موزیک راک و اینا تازه شروع کردم کار کنم، رادیوهد و مثلا پینک فلوید خیلی تأثیر گذاشته بودم. ولی مثلا توی یک سال اخیری که توی انگلیس بودم، جان کیج یکی از آدمه بوده که خیلی برام جالب بوده. یکی دوتا بند هایی که اون اول یادم، مثلا اوربیتال، سیگل گان تیوری، این کسایی که الکترونیک بودن. اگر بخوای یه توصیه بکنی به کسایی که دارن موزیک مثل کارهای تو رو شروع میکنن، اون توصیه چیه؟ گوش دادن و در حقیقت کشف روابطی که بین صداها به وجود میاد یا اتفاق میفته، از طریق گوش دادن از همه بهتر در حقیقت یاد گرفته میشه. به گوشت اعتماد بده، باید با قلب و گوش و اون احساس بری جلو. آیا همه موزیسین های خوب معروفن؟ نه لزومن، یکی از که از نظر تجاری موفقه ولی لزومن دلیل نداره که از نظر خلاقیت موفق باشه. نه اصلا. همه این موزیسین های معروف چی؟ کارشون خوبه؟ نه یه بخشی از کارشون حتما خوبه که معروف شدن. اگه وزیر ارشاد بودی به چه موسیقی مجوز نمیدادی؟ به هیچ موسیقی نمیشد که مجوز ندم. موزیک باید اتفاق بیفته و بعد مردم تصمیم بگیرن. کنترل روی موزیک، کارهای هنری، بیخیال. چرا نشون دادن ساز تو تلویزیون ایران ممنوعه؟ واقعا اینو نمیدونم، واقعا چیز عجیبیه این برای من. نمیدونم. تو موسیقی میشه دروغ گفت؟ بله بله، به راحتی. اتفاقا موسیقی چیزیه که خیلی راحت ازش میشه سوء استفاده کرد. بله، کسایی که سعی میکنن کپی بکنن، ولی ببین کپی کردن هم یه چیزیه که هممون میکنیم. از بچگی یاد میگیری، از مامان بابات کپی میکنیم، بنابراین سخته همچین چیزی که بگیم که موزیک دروغه. کار هنرمند برات مهمتری یا شخصیتش؟ خیلی از آدم ها هستن که کارشون دوست داری ولی وقتی باهاشون برخورد میکنی میبینی که نه، مثلا این آدم، یا پی میبری به کلک هایی که در حقیقت به کار بردن تا یه جوری تو رو گول بزنن، بنابراین خوشت نمیاد ازشون، یا دیگه اصلا ممکنه به موزیکشون گوش ندی. و یه سری آدم ها هستن که بلکس این اتفاق ممکنه براشون بیفته، مثلا ممکنه موزیکشون زیاد خوب نباشه ولی خودشون وقتی میبینی احساس کنن که چه آدمای باحالی ان و بعد بفهم که شما موزیکشون با یه جور دیگه گوش بدی. فکر کنم کارش اگه نمیشناسینش که چه فرقی میکنه. وزارت ارشاد. یه جایی این پشت پرده بدون کنترل. برایان انو. نابغه‌ای که انگلیسی‌ها به زور وسط میدون جاش دادن. پیشرو. آلودگی صوتی. موسیقی سر و صدا، موسیقی هیاهو. یعنی دیرتی هرتز، یعنی فریکونسی کثیف. کاست یا صفحه؟ کاست. رکورد. قرمز یا آبی؟ اخرایی. سیاه. رستم یا سهراب؟ منیژه. فکر کنم رستم. خیال یا واقعیت؟ خیال. خیال. چپ یا راست؟ چپ. مستقیم. بیژن جان دمت گرم، امیدوارم که روزی ببینمت. خوشتون اومد. فیسبوک اینه آنتن 12 هفته دیگه جمعه. مرسی، شب بخیر.